هدایت همیشه امری است در خارج از خود، نه در درون خود. هدایت درون جوش هیچ تضمینی ندارد و خود به خودی است. مثل اینکه شما هم میگین در عظمت و ضعف خود جوشی، میگین حرکات خود انگیخته توده های مردم مبنای کار هستند. بسیار خوبه، بسیار ضروری است، اما این مبنا که شرط لازم هست کافی نیست، کفایتش به هدایت و راهبریش. عنوان مثال، مردم ایران در انقلاب ضد سلطنتی میلیون میلیون مرگ بر شاه گفتند، نفی کردند رژیم شاه. اقیانوس عظیم از توده های مردم، ولی عمق یا سمت و سو نداشت که به جاش چی بخواهند. معلوم بود چی نمیخواهند، چی باید نفی بشه، ولی به وضوح روشن نبود که چی باید اثبات بشه. همه انقلابیون هم میدونند که حرکت درون جوش کفایت نمیکنه، بلکه این حرکت باید القایی باشه، یعنی روشن فکر انقلابی از بیرون این طبقه با آگاهی انقلابی میباید این رو رهبری بکنه. فرق حرکت صرفا درون جوش با حرکت القایی در اینه که اون عنصر رهبری کننده و عنصر هدایت کننده داره. اصل دوم دین هم، دین اسلام هم، یعنی هدایت، توحید و بعد هدایت. هدایت عام، هدایت عام در جریان تکامل، و بعد هدایت خاص از طریق وحی در مورد انبیا. حرف قرآن هم اینه که از اونجایی که بشر از آغاز و پایان خودش مطلع نیست و نمیتونه هم باشه، از آغاز و پایان هستی و خلقت خودش، بنابراین برانگیختیم افرادی از جنس خودتون که آخرین اونها پیامبر اکرم بود. بعد از اون دیگه چارچوب روشنه، یعنی تکامل اجتماعی به جایی رسیده است که مهر پایان و ختام زده میشه با محمد حبیب، با قرآن، در روزی که گفت دیگه من دینتون رو، آیینتون و ایدئولوژیتون رو تکمیل کردم. چطور؟ با معرفی حضرت علی از دید شیعیان، عنوان صراط مستقیم، عنوان قرآن ناطق. به مناسبت روز بعثت تیمون جستیم به این آیات که میگوید از جنس خودتون فرستادم که چی کار بکنه، مأموریت رو توضیح داده. یتلو علیهم آیاتی، فرو بخواند، بخوانه، توضیح بده نشانی ها رو، دلایل رو، حجت ها رو، که چی؟ که ابتدا یزکیهم، پاکیزه بشوند. آینه قبار گرفته نباشه که نتونه تصویر رو درست منعکس کنه، تصویر وجود رو، بلکه زنگار زدوده باشه. اول این ذهن، این ضمیر، این قلب پاک و پاکیزه بشه. به عبارت دیگری در جای دیگر قرآن هست، گردن آزاد بشه، قل و زنجیر از دست و پا باز بشه، زمینه فراهم بشه که یعلمهم الکتاب و الحکمه، بینش و دانش جاگیر بشه، جا بیفته، بصیرت و علم و آگاهی جاگیر بشه، در حالی که قبل از این در گمراهی آشکار بود.
و این هدایت، این راه یافتگی تحت عنوان فضل خدا، برتری و بخششی، بالاترین پوان تفسیر شده. در ادامش به مسائلی که اون روزگار جنبش انقلابی دوچارش بود، جریان ضد انقلابی که پشت حضرت موسی سنگر گرفته بود، خودشون رو هم جبهه ارتجاع کرده بودند علیه انقلاب در اون روزگار و بسیار به حضرت موسی و تورات تمسک می‌جستند. خیلی ساده اونا رو تعیین تکلیف می‌کنه که مانند درازگوشان و خرانی هستند که کتاب حمل می‌کنند، نه اینکه از محتواش بهره برده باشند. چقدر امروز با آخوندهای مرتجع، آخوندهای خمینی صفت انتباق داره این مثال. دم میزنند از اسلام و مسلمانی و حضرت علی و حضرت فاطمه و امام حسین. همه این دم زدن ها از اسلام، این دجالیته. حتی اگر طرف خودش هم فکر بکنه، یک خمینی گرایی که البته فکر نمیکنه، که فی الواقع مدافع اسلامه، مانند خریست که کتابی بر او بار شده. اصلا اینطوری نیست که این حامل قرآن باشه، ضدشه. مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوا، تو که حاملش نیستی، تو که رسانای اون پیام نیستی، ضدش هستی. دجالیت. کمثل الحمار یحمل اسفار، بهترین تفسیر برای آخوندها و مفسران و روشنفکران و قلمزنان خمینی صفت. و چقدر این مثال زشتی است. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، چقدر زشته، چقدر پلیده این کار، که میخواهد حکومت خودش رو بکنه اما خون میریزه به نام اسلام، به نام قرآن، توجیه میکنه به نام اسلام و قرآن. و اینا رو هرگز خدا هدایت نخواهد کرد، هرگز این فضیلت راه یافتگی رو به اینا نخواهد داد. مرگشون رو میباید، سرنگونیشون رو میباید ارتش آزادی محقق کنه. کسی که دستهاش تا مرفق به خون، به خون رشیدترین فرزندان این میهن آغشته است، کسی که اموال خلق رو به باطل، اموال ناس رو به باطل بالا کشیده، خیلی میترسه، خیلی وامیره در برابر مرگ. از برجسته ترین ویژگی های انسان آگاه و آزاد برخلاف حیوانات اینه که در اوج آگاهی از مرگ خودش بیم و باکی نداره، جان برکف. مثل 120,000 مجاهدی که آنچنان پرواز کردند اما به عفس. اونی که اموال مردم رو به باطل بالا کشیده و اونی که دستن در کار ستم و سرکوب بوده، خیلی خوب حالشه. بنابراین وعده بهشون میده که قل ان الموت الذي تفرون منه، اون مرگ و سرنگونی که ازش میترسیم، فانه ملاقیکم، بی تردید به سراغتون میاد. بی تردید. و بعد حسابتون رسیده خواهد شد. هرچه میخواهید
توطئه کنید هر چه می‌خواهید، مکر و حیله بکنید هر چه می‌خواهید، لجن پراکنی کنید هر چه می‌خواهید، بکشید، بخورید و چپاول کنید. اما اون مرگ و سرنگونی که به شدت ازش می‌هراسید بی تردید به سراغتون خواهد اومد با ارتش آزادی.